ویتامین برای پرندگان زینتی. رسیدگی به تغذیه پرندگان در نگهداری اونها خیلی مهمه، چون اگر درست تغذیه نشن و غذای کافی و مقوی در اختیارشون قرار نگیره، سلامتی پرنده آسیب‌های جدی می‌بینه که قابل جبران نخواهد بود. بعضی از افراد فکر می‌کنن برای نگهداری پرنده آبادون کافیه، ولی اینطور نیست. پرنده‌ای که در داخل قفس در خانه نگهداری میشه از گشت و گذار در جنگل و طبیعت محرومه و دچار فقر تغذیه‌ای میشه، به خصوص اگر پرنده‌ها جفت باشند. گاهی اوقات بعضی از مواد غذایی میزان ویتامین مورد نیاز پرنده رو تامین نمی‌کنن و بنابراین به دریافت مولتی ویتامین احتیاج هستش. ویتامین‌ها جزء ترکیبات عالی هستند که با وجود اینکه پرندگان به مقدار کمی از اونها نیاز دارن، اما وجود اونها در تغذیه پرندگان در عملکرد طبیعی رشد و تخمگذاری اونها نقش خیلی مهمی داره. همچنین کمبود یک یا چند ویتامین در پرنده میتونه موجب بروز بعضی از بیماری‌ها و مشکلات عصبی، لنگیدن پا و حتی سندروم‌ها بشه. این ویتامین ها رو هم با دادن مواد غذایی متنوع و میوه ها و هم به صورت مولتی ویتامین می توانید در اختیار پرنده قرار بدید. استفاده از سبزیجات در جیره غذایی پرندگان به تامین بخش مهمی از مواد مغذی مورد نیاز بدن پرنده ها کمک می کنه. در این ویدیو انواع ویتامین ها و بهترین زمان مصرف اونها برای پرندگان رو بررسی می کنیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با روشن کردن کلید زنگوله از انتشار ویدیوهای جدید ما زود با خبر بشید. انواع ویتامین ها در دو گروه اصلی جای می گیرند. دسته اول ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین کا، آ، ای و دی، و دسته دوم ویتامین های محلول در آب، ویتامین های گروه بی و سی. ویتامین های محلول در آب نیاز نیست که به غذای پرنده اضافه بشن. از ویتامین سی زمانی که پرنده در شرایط استرس قرار گرفته میتونید استفاده کنید، و همچنین بی. ویتامین آ یکی از مهمترین ویتامین های مؤثر در رشد پرندگان، تولید مثل و حفظ شرایط مناسب سلول هاست. همچنین ویتامین آ موجب افزایش باروری در پرنده میشه. کمبود این ویتامین میتونه موجب بیماری‌های متعددی بشه، مانند چسبیدن پلک‌ها به دلیل ترشحات غلیظ التهابی و ترشحات چرکی از چشم و بینی پرنده. کمبود شدید ویتامین آ میتونه موجب نکروز کراتینه شدن مخاط مجاری گوارشی و تنفسی بشه. پس حواستون به میزان مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین آ باشه که کار دستتون نده. ویتامین D3 موجب جذب فسفر و کلسیوم در پرنده میشه. فسفر و کلسیوم جهت رشد طبیعی جوجه ها، استخوان‌بندی و همچنین تشکیل پوسته تخم ضروری هستش. ویتامین D3 در پرنده ها با تابیدن نور خورشید بر پوست اونها تولید میشه. کمبود این ویتامین موجب نرمی استخوان میشه و در این حالت پرنده های مولد تخم‌هایی میتونن تولید بکنن که پوسته نازک دارن و امکان جوجه آوری از اونها خیلی کم هستش. همچنین کمبود ویتامین دی موجب سستی پاهای اونها و نامتعادل و کج نشستنشون میشه. منقار، چنگال و دنده‌های پرنده حالت نرم و ضعیفی به خود میگیره. ویتامین ای به عنوان یکی از آنتی اکسیدان‌های قوی عمل میکنه و این ویتامین برای عملکرد دستگاه عصبی لازمه. همچنین توجه کنید که این ویتامین اثر مثبتی روی غدد جنسی پرنده داره، به نوعی سازنده هورمون‌های جنسی هستش. کمبود این ویتامین بر جوجه ها و پرنده های بالغ اثر متفاوتی داره. در پرندگان جوان کمبود ویتامین ای باعث به وجود اومدن بیماری جوجه دیوانه میشه. در پرنده های بالغ موجب تحلیل بافت عضلانی یا همون دیستروفی میشه. ویتامین کا برای تولید پروتئین لازمه و نقش پررنگی در فرایند لخته شدن داره. کمبود ویتامین کا در پرنده موجب بیشتر شدن لکه های خونین در تخم، ایجاد خونریزی در ساق و سینه و همچنین ایجاد نقص در لخته شدن خون میشه.
ویتامین های گروه B بیشتر در عملکرد سوخت و ساز به خصوص متابولیسم انرژی نقش مهمی بر عهده دارند. نام دیگر ویتامین B1 تیامین هستش. تیامین برای متابولیسم مناسب و درست کربوهیدرات ها لازمه. در پرنده هایی که از کمبود این ویتامین رنج میبرند، علائم مختلفی مانند کاهش وزن، بی‌اشتهایی، پایین افتادن بالها و فلج شدن عضلات رخ میده. ویتامین B2 در ساختار آنزیم ها و در سوخت و ساز نقش داره. کمبود اون در جوجه های 1 تا 2 هفته‌ای موجب اسهال، پیچیدگی پنجه و فلجی میشه. کمبود ویتامین B2 در پرنده های بالغ باعث کاهش تولید تخم، بیشتر شدن مرگ و میر جنین و همچنین موجب ریزش پرهای پرنده میشه. ویتامین B12 نقش مهمی در سنتز کردن نوکلئید اسید و متابولیسم کربوهیدرات و چربی داره. این ویتامین رو میتوان در تمامی مواد غذایی با منشأ حیوانی پیدا کرد. کمبود این ویتامین موجب کند شدن رشد و کاهش جوجه آوری میشه. بعضی از دانه ها و غذاهای مخصوص پرندگان که در بازار موجودن بیکیفیت هستند. پس برای تامین نیازهای بدن پرنده باید از مولتی ویتامین های پرندگان استفاده کرد. البته بهترین و مناسب ترین روش برای مصرف مولتی ویتامین ها مشاوره با دامپزشک و متخصص پرندگان هستش. ویتامین پرنده معمولا به صورت پودری و یا قطره به عنوان مکمل به پرنده ها داده میشه. یک نکته مهم که همیشه قبل از دادن مولتی ویتامین باید بهش دقت کنید تاریخ و روش مصرف اون هستش. هر برند نحوه مصرف جداگانه ای داره که روی بسته‌بندی نوشته شده. به طور کلی نحوه مصرف اگر به منظور پیشگیری باشه، باید 1 میلی‌لیتر از محلول رو در 1 لیتر آب آشامیدنی حل کنید و 2 روز به پرنده بدید. اگر نحوه مصرف درمانی باشه، 1 میلی‌لیتر از محلول رو در 800 میلی‌لیتر آب آشامیدنی حل بکنید و 3 تا 5 روز به پرنده بدید. توصیه مهم این استش که مولتی ویتامین رو حتما از پرنده فروشی های معتبر تهیه بکنید و یا از داروخانه های دامپزشکی. استفاده از مولتی ویتامین های انسانی یا دامی برای پرندگان خیلی خطرناکه و اصلا بهش فکر هم نکنید، چون به کبد پرنده آسیب میزنه. حتی بهتره از مولتی ویتامین های طیور هم برای پرندگان زینتی استفاده نکنید. مولتی ویتامین های پرندگان رو باید در جای خشک و دور از نور خورشید نگه دارید. محلول رقیق شده باید حداکثر تا 12 ساعت بعد از تهیه شدن مصرف بشه. برای نوبت‌های بعدی حتما ظرفی که مولتی ویتامین رو در اون تهیه کردید به خوبی بشویید. به طور کلی طبق تجربه نشون داده شده که اگر هفته 1 بار از مولتی ویتامین برای پرنده‌های زینتی استفاده بشه، به خصوص اگر که به صورت جفت نگهداری میشن، خیلی خوب هستش و مناسبه. هفته 1 بار هم از پروبیوتیک استفاده بکنید. در فصل جوجه کشی میشه تا 2 بار در هفته هم از پروبیوتیک براشون استفاده کرد. اگر که جفت پرنده دارید، از مکمل‌های کلسیومی هم حتما استفاده بکنید. هفته 1 بار و یا طبق دستور دامپزشک پرندگان یا بروشور مکمل. از مکمل بکمپلکس هم میتونید در مواقع استرس پرنده 3-4 روز استفاده بکنید. مثلا اگر که قرار اسباب کشی بکنید یا پرنده رو جابجا بکنید و به خونه یا شهر دیگه‌ای بفرستید، میتونید از بکمپلکس استفاده کنید. نکته بسیار مهمی که باید بهش همیشه توجه بکنید این هستش که زمانی ویتامین ها تأثیر مثبت و خوبی دارند که در کنار تغذیه اصولی مصرف بشن. اگر پرنده تغذیه اصولی نداشته باشه، مصرف مکمل و ویتامین ها بی تأثیر خواهد بود.